خردگرا هستیم، هیچ دین رو هم قبول نداریم. روان پاک رو فرانسوا میتران میگفت من به فورس دو لسپری، به قدرت روان و روح باور دارم. اون روان و روح حاکم بر هستی خداست. من پری روز بهش گفتم، دو روز مونده به نوئل، بهش گفتم جیلبر فردا شب مهمون داریم، 20 نفر میام، نکنه بذاری غیبت بشه بری ها، تو باید حتما با ما باشی مثل سال قبل، نذاری بری یا کلا آخی مهمون میاد میذاری بریم باشی با ما. گفت چشم. کلاش تو کن داد. خب تو حیوان نداری باورت نمیشه، شما که خونه میگی نجسه، نجسه پشمش، به ما خود پاش به ما خود نجسه، نجس منم. حیوان سگ و گربه باشون حرف بزنید، با حیواناتت اونهایی که دارن حرف بزنید. اون احمق ها اگه مادر بزرگ منم هست، پدر بزرگ منم هست، تو آدمش کن، ذهنشو پاک کن. نگو خب مادر بزرگ ما، نگو خونش برم لنگ کفش برداشته گربی ما رو زده، سگ ما رو زده، تو لنگ کفش بزن به مادر بزرگت اگر حیوانی رو زد. این عصر جدید، دوران اوستایی ایران، روشنگری ایران اینه. تمام شد اون مزخرفاتی که مادر بزرگ که ما قربونش کنم اون چادر و چاکچور رو رونما خب احترام بذارم به عقیده، یعنی چی خریت هست و بس. شب نوئل جیلبر گربه تا آخر تو همینجا بود، از اینجا خارج نشد. وقتی میدید چروخ شده اینا دارن مرفت، نه مرفت زیر اون درخت. بعد وقتی تا منشستن میامد دور میزد رو زمین، همه میرم گوش کرد حرف من، به یزدان سوگند الان تا یه قضیه جدید چیزی من داد میزنم جیلبر بیا. بعد وقتی تو خونه همسایه او اره ببینمش که مثلا یه هم بوده بوده میاد. مردم اینقدر به حیوانات فوش میدید، هر کی رو که بد چه میگین حیوان حیوان حیوان، حیوان از من بهتر میفهمه. این چازی ها رو بیرون کنین از اون سرزمین، این جنایتکاران، این تروریست ها رو، اینهایی که تا همین الان گور یعقوب لیث رو متروکه کردن، گور کوروش متروکه است، خرابه است، چیزی نداره اونجا. بعد از قاتلان ما، کسانی که ما رو کشتن و تکه تکه کردن، گنبد بارگاه ساختید مردم. یکی از دوستان به من گفت که امام حسین در قادسیه و جنگی که عمر حمله میکنه به ایران 10 سالش بوده، که بچه 10 سالی که نتونه بچه. گفتم تو از ایران که یه صحبت میگفت؟ آره. گفتم این حرفی آخوند بهت گفته، تو رفتی ازش پرسیدی، گفتی سیاوش اوستا اینو گفته و تو یه جواب بده. گفت آره. گفتم برگورت برم، آدم صادق رو از راه تو میگوزن. حالا ازت یه خواهش میشه بکنم؟ گفت بفرم. گفتم مثلا 5 تا آخوند رو من به تو میدم، تو بری پیش 5 تا آخوند ضبط هم بکن، از این 5 تا آخوند بپرس بگو امام حسین حمله به ایران دست داشته یا نه. تنها هم باشی، هیچ کس تو اتاق نباشه. گفتم نترس آخوند، با جلق در نمیاد، بکنی یک کاری. ما خوشبختانه بچه های اینجوری داریم تو ایران، چاکر شوستم. گفت باش آقا اوستا، ما این کاری میکنم، ولی میدونم که امام حسین 10 سالش بوده از که ظرفت چاکر رو. گفت دانه این کار با علی که گفته که مشاور بوده که با باشمین های تو ایران برو با پرزد فرد. اگر جوابت نگرفتی باز به من تلفن کن، من جواب تو خودم میدم. چند روز گذشت پیغام داد به منو، بعد گفتم بهت زنگ میزنم و بعد باش صحبت کردم. چیکار که گفت آقا اوستا معذرت میخوام، خیلی خر بودم من، خیلی معذرت. گفتم چی شد؟ گفت 5 تا چیه؟ همون آخوند اولی که گفتی امام سفیده. گفتم آره. گفت رفتم این همه را پیشش. گفتم به گفت قطار سوار شدم رفتم پیشش، شلوغ بود و فلان اینا. گفت آقا ببخشید من مسئلتون. گفت بگو بابا جون بگو. گفتم مسئلتون خصوصیتون. میگه گفت باشه باشه بچه ها بریم بیرون. بگو. میگه آقا خواهش میکنم از ما
از شما خواهش ما اینه که ما که آخوند و طلبه و اینا نیستم، به جون شما نه نماز اینا نمی کنم، اصلا اسلام هم گذاشتم کنار، آمدم پیش شما یک خواهش یک سوال دارم. خب بگو. گفت امام حسین تو حمله به ایران نقشی داشته؟ میگه به من نگاه کرد گفت تو رو سیاوش اوستا فرستاده. گفت چطور آقا؟ گفت حالا افشاد از این مشته برای ما فرستاده. گفتم نه آقا آمده تو کله خودمان، ما تو کله خودمان همینجور. گفت خب آخی تو که میگه از فرانجا آمدی در اینجا نیستی، یکی طور فرستاده از رفیقا میگه بعدی قضیه خلاصه بود. حالا حاج آقا به ما بگو. گفت نه به ما نگو حاج آقا. حاج آقا یعنی لواتگر و لواد کن، به من نگو حاج آقا. مگه همون اوسته نمفته من بگو دکتر، من دکترم آیت الله هم نیستم. میگه حالا لباس اینا همه پوشیده بود دوربرش مریدا چیزی که تشکش پول بهش میدادن میگه بهش. میگه بو پسر جان گوش کن، حتما یک آخوند دیگه بهت گفته که 10 ساله بود. مهربان یاران به پایان برنامه میرسیم. با سپاس از برادرم مهندس امیر شجره بدرود، پژوهشگر نویسنده. ایشون از جمله نویسندگانی هستند که آثار متعددی در فرانسه که محل اقامت و سکونتشون هست منتشر کردن، که البته از مرز فرانسه این کتاب ها به همه نقاط جهان رسیده و شهرت دکتر حسن عباسی امروز نه تنها در ایران بلکه در محدوده جغرافی فرانسه هم حتی نمی گنجه، یعنی حالت جهانی پیدا کرده. جناب دکتر عباسی به خاطر 4مین چاپ کتاب آیین اوستای خودشون که به 3 زبان فرانسه که آقای دکتر آشنا هستید، سیاوش اوستا جایزه بزرگ گراند پر اومانیته یا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو، جایزه تلاش رو دریافت کرده. یاد یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا 4 فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا نته کشونه خدا عاشقی چی ساله. خواستم بخونم مربوط به یک کشتیست و یک مراسمی در روی آن. قضیه این استش که یکی از دوستان عزیز ما در پاریس مادرشون در مشهد به رحمت ایزدی می‌پیونده، آقای دکتر حسن عباسی، و مدیر مسجد شهر فرنگ دارد روی آقا ایران در این شهر و نویسنده کتاب قرآن سوری به سبک فارسی و از میترا تا محمد. و ایشون و مادر بزرگ همین بچه و بعد سنت شکنی کردن و نوشتن که رسانه های سنت شکنی بزرگی در تاریخ سوگواری و عزاداری مفصول به ایرانیان نمیده و مراسم یادبود مادر را در سالانی مجلل که بیشه جشنهای فستیوال چون تولد و کنسرت هست برگزار نموده و با پخش آهنگ های ایرانی هنرمندان که به یاد مادر خوانده بودند برنامه یادبود را آغاز نمودند. مراسم چهرانی مادر برای رود سن و در یک کشتی باشکوه با حضور کمی از دوستان هنرمندان برگزار شد. از تصادف کار هنرمندان عزیزی که از آذربایجان اتحاد جماهیر شوروی سابق برای انجام کنسرتی به پاریس آمده بودند در این مراسم شرکت نموده و با موزیک و آوازهای حماسی و پرشور آذری یاد جاودان روح و روانهای انسان را گرامی داشتند. این سنت شکنی بزرگ که در سوک عزیزی با آهنگ و پایکوبی و با او بدرود بگویند مورد توجه همه حاضرین و دیگرانی که خبر آن را شنیدند واقع شد. امید است که این شیوه فراگیر گشته و ایرانی جز به شادی نکوشد و حتی در هنگام های سخت زندگی با بعض آهنگ روح با بعض آهنگ روح و روان حاضران را دیگرگون نموده و روان رفتگانشان را نیز شاد. لبت بخنده وارفته ای گل رو لاله ی گوش داری یه دست سنبول عشقت نبینو به روی مشکو دردت بجونو ای خدا فدات.
خونومت با بیقراری تو چو آهوی فراری. بسیار مهمی که میخوام بهتون بدم، از سر تا سر دنیا شما میتونید برای ما برنامه های ویدئویی بفرستید از طریق یوتیوب، youtube.com/mehrtv، youtube.com/mehrtv. شما از این طریق میتونید مستقیم با تلفن دستیتون فیلم برداری کنید برای ما بفرستید، یا تو کامپیوترتون بذارید برای ما بفرستید، ما ازش استفاده میکنیم. به همه دیگه هم خبر بدید، youtube.com/mehrtv میتونید تمامی برنامه‌های خودتون رو، خبرهای خودتون، هر اتفاقی در ایران میفته توسط فیلم برای ما بفرستید. یارانید مهربان mehrtv.com هم میتونید برنامه ما رو اونجا روش ببینید. دستان گرم همه شما رو میفشارم و تا برنامه دیگر همه رو به خدای بزرگ. خیابون شانزلیزه در پاریس پاساجی هست که یک ایرانی بهترین توصیفی است که ایرانی بکنیم که بگیم واقعا ایرانیه. امروز اونجا کم پیدا میشه. محلی برای ایرانیان درست کرده به اسم شهر فرهنگ، در حالی که به اعتقاد من بهش هیچ وقت نگفتم. روزی که رفتم گفتم اینجا شهر فرهنگ نیست، اینجا تهرانه، اینجا ایرانه، اینجا هر طرف نگاه میکنی وطن میبینی. حالا اون روز نگفتم، امروز روی ار میگم اونجا واقعا تهرانی در قلب پاریس درست کرده ایشون.